ناگفته های زندگی همایون شجریان. همایون شجریان متولد 31 اردیبهشت 1354 در تهران، خواننده و آهنگساز است. فارغ التحصیل کنسرواتوار موسیقی تهران است که با حمایت پدرش استاد شجریان با نواختن تنبک شروع کرد و حالا در موسیقی تلفیقی جزو مفاخر است. همایون پسر استاد شجریان و فرخنده گلفشان می باشد که سه خواهر بزرگتر از خود به نام فرزانه، افسانه و مژگان و یک برادر کوچک ناتنی به نام رایان دارد. علاقهش به موسیقی از 4-5 سالگی با زدن ریتم روی اعشیای مختلف شروع شد تا اینکه پدرش با تهیه تنبک او را به کلاس های ناصر فرهنگ فر فرستاد. مدتی هم نزد استاد داد به مشهور به جانسوز نواختن ساز تنبک را یاد گرفت. بعد از یادگیری تنبک تصمیم گرفت یک ساز ملودیک را هم یاد بگیره که به پیشنهاد و توصیه پدر کمانچه رو انتخاب کرد تا اینکه با ورود به آواز کمانچه رو رها کرد. در سال 70 وقتی 16 ساله بود به عنوان نوازنده تنبک به همراه پدر راهی کنسرت های آمریکا و اروپا شد تا اینکه 8 سال بعد در سال 78 شروع به همخوانی کرد. همایون شجریان بعد از 4 سال کسب تجربه توانست اولین بار در سال 82 آلبوم نسیم وصل را به صورت مستقل منتشر کند که آهنگسازی آن بر عهده محمد زرابیان بود. سال 2003 و 2005 همایون آلبوم‌های بی تو به سر نمی شود و فریاد را منتشر داد و کنسرت‌های موفقی را هم به اجرا در آورد و حتی نامزد دریافت جایزه گرمی نیز شد. وبسایت نوت دونی به پاس قدردانی از این هنرمند محبوب آثار ایشون رو نوت نویسی کرده و در وبسایتش در اختیار کاربران قرار داده. همایون تا سال 1388 کنار خوانندگی پدرش رو در کنسرت ها همراهی می کرد و در این زمان آلبوم قوقای عشق بازان پدر نیز با حضور وی در کنسرت ها اجرا شد. همایون شجریان سال هاست با گیتا خانساری که خواهر کتایون خانساری همسر دوم محمد رضا شجریان می باشد ازدواج کرده و یک دختر به نام یاسمین دارد. به این ترتیب همایون با پدرش باجناق نیز می باشد که البته چند سالی است خبر جدی طلاق و جدایی او رسانه‌ای شده اما تا کنون تایید یا تکذیب نشده است. و همچنین چند سالی است شایعه ازدواج همایون شجریان با سحر دولتشاهی که همسر سابق رامبد جوان می باشد رسانه‌ای شده. این دو چندین بار کنار هم دیده شده و حتی خانم دولتشاهی در مراسم دفن پیکر استاد شجریان در ماشین همایون در مشهد حضور داشت. همایون شجریان سالهای زیادی نیز از تجربیات استاد اردشیر کامکار در زمینه کمانچه بهره برد و بعدها در آلبوم ناشکیبا در سال 83 با وی همکاری داشت. او میگوید من بعد از سینما تئاتر را هم خیلی دوست دارم و هر بار که فرصتی پیش بیاید حتما به دیدن نمایش ها میروم و جزو برنامه هایم هست. خودم به بازیگری علاقه دارم اما هیچ وقت جرأتش را پیدا نکردم. به نظرم آدم باید یا واقعا دست پر باشد یا اصلا وارد این حرفه نشود. من همچون این توانایی را هیچ وقت در خود ندیدم. اغلب سینماگران از دوستان نزدیکم هستند اما پرویز پرستویی، گلاب آدینه، گوهر خیراندیش و نیکی کریمی از جمله دوستان سینمایی صمیمی من هستند. در میان بچه‌های تئاتر سیامک سفری، بهناز جعفری و بسیاری دیگر هم هستند. میدانم هر اسمی هم بیاورم باز عده‌ای از قلم میافتند و من شرمنده میشوم. غلام حسین بنان و خانم قمرالملوک وزیری اسطوره های صدا بودند. در میان هم نسل هایم علیرضا قربانی، محمد معتمدی، سالار عقیلی و سینا سرلک از جمله خوانندگانی هستند که من واقعا از صدایشان لذت میبرم. در اسفند ماه سال 97 همایون شجریان 43 ساله گواهینامه درجه 1 هنری معادل مدرک تحصیلی دکترا در رشته آواز را از وزارت ارشاد دریافت کرد.